و در حالی که میدونستن که این خودکشی کرده، با تعلل زیاد اون رو به بهداری منتقل کردن و در اونجا مدت طولانی هم در انتظار درمان بود که متاسفانه به چانس بپرد. بله. و این شرایط و این وضعیت تا به حال هیچ اقدامی برای پیشگیری از این حوادث و غیره انجام نشده. البته گرگیری های خونین توسط باندهای مافیایی که زیر نظر رئیس زندان فردی به نام محمد مردانی و معاونش خادم و رئیس اطلاعات زندان فرج نژاد صورت میگیره و زمانی هم که این درگیری های خونین صورت میگیره، پاسداربندها و گارد زندان وارد نمیشن یا اینکه جلوگیری کنن، برای که بتونن اون باندهای مافیایی کاری که یا وظیفه‌ای که به عهده‌شون محول کردن رو به اجرا در بیارن، که معمولا منجر به مرگ و یا زخم‌های وحشتناکی که علیه زندانیان سیاسی، زندانیان عادی میشه، به خصوص زندانیانی که معترضن نسبت به شرایطی که شرایط قرون وسطایی که در اونجا هست. بله. و جالب اینه که همین معاون زندان گواردش فردی به نام خادم اینو اعلام میکنه به زندانی که اگر به گفته‌ها یا خواستای اونا تن نده، به طرقی اون رو از بین خواهم برد. یکی از شیوه‌هایی که خیلی رذیلانه است، وقتی این زندانیان قربانی توسط باندهای مافیایی مورد ضربات چیزی یا چاقو غیر قرار میگیرن و به بهداری منتقل میشن، اونها را در همون حالت نگه میدارن که خونریزی اونها بند نیاد و در همین به این خاطر هم از بین میرن. یعنی یک حالت عمد، 100% عمد. این اطلاعاتی که اینجا مطرح میشه کاملا موثقه و تحقیق گسترده هم در این باره شده و نه در مورد یک نفر، چندین مورد در مورد چند نفر شیوه جنایتکارانه و رذیلانه به کار برده شده که زندانی مجروح و خطرناک که در حال خونریزی شدید رو به حال خودش رها میکنن تا اینکه منجر به مرگ این زندانی بشه. بله. این بود بخشی از جنایت ها و اعمال ضد بشری که رژیم ولی فقیه علیه زندانیان و سرکوب مردم در انهای مختلف به کار میبره. البته این سرکوب نه نشان از قدرته، نشان از ضعف، به خاطر اینکه حاکی از مقاومت گسترده‌ای در جامعه است و مرعوب و حراسان از این مقاومت ها راهی غیر از این نمیبینه که دستگیری هنرمندان، دار زدن زندانیان در ملعام و یا اعمال دیگر که شاید بتونه اون خواستی که به هر حال مردم ایران میخوان و خواستی غیر از این هم نیست، قطعا به این نتیجه رسیدن و در شعارهاشون هم عیان و گویاست برای رسیدن به آیین آزادی با کسانی که در حال حاضر هستن که دشمنان آزادی و دشمنان ایران و ایرانی هستن، راهی وجود نداره، بلکه یک تغییرات بنیادین و پس از اون تغییرات بنیادین هست که با آزادی ها و عدالت ها، حاکمیت ملی و استقلال کامل خواهند رسید. دقیقاً. که اون روز دیر نیست و انشالله به زودی شاهد ایرانی آزاد، آباد، رها و مستقر قطعا. به هر حال من سپاسگزارم که این فرصت در اختیار ما گذاشت که بتونیم از درد و رنج مردم ایران و همچنین مقاومت‌های اونها را در به سمع شنوندگانتون برسونیم. حتما سپاسگزار. و دو تا نکته مهم است، حتما در گفتگوهای دیگه بهش خواهیم پرداخت. یکی مسئله شنود در انگلستانه که از آغاز این روزهای به وجود آمدن این رژیم همه تلفن‌های رو که حتی ذره‌ای شکی بردن
شنود میکردن و میلیونی این کار رو میکردن، حالا هر روز در این صدا و سیمای ننگ و دروغ میشینن یه عده‌ای بحث میکنن که در انگلستان شنود میشده، 4000 نفر تلفنشون شنیده شده، ولی در سرزمین و در رژیم ولی فقیه همه روزه این کار میشیش که استعفا نمیده. خودشون هم میگن، به نوعی اعلام میکنن که ما گوش میکردیم. و دیگری همین ترویج خشونت ها و گسترششون در سطح جامعه است، این درگیری های با چاقو و قمه، اونم نه به سبک چاقوکش های قدیم، بلکه با کمال قساوت و خونخاری و هدف ضربات هم شاهرک ها و گردن و قلب و صورت طرفه و از این نوع برخوردهای خونین بسیار داریم و در آماراشون هم دارن که روزی 3 نفر با چاقو و سلاح سرد کشته میشن. البته این فقط و فقط تعداد کشته هاست، بس این نیستش که دعوا میشه، چاقو کشی میشه، این آماریست که در اون آمار کشته میده. یعنی درگیری ها خیلی بیش از این هاست، اصلا قابل بررسی تو این رژیم نیست، شاید چندین 10 برابر اینا باشه، ولی آن چیزی نتیجه‌شه اینه روزی 3 نفر در اثر درگیری ها و برخوردهای خونین با سلاح سرد کشته. این هم یه فاجعه ای سبد هم میبینیم این چقدر گسترش پیدا کرده تو جامعه، این برخوردهای ضد انسانی در جامعه با اقشار مختلف، این اعدام ها، این سرکوب جوانان تو خیابونا، باز تولید خشونت ها، اینا تو سریالاشون، دروغاشون، دقیقا تو جامعه داره انعکاس خودشو هر روز بیشتر میکنه. یه جامعه خیلی ناامنی در همه سطوح داره به وجود میاد. دقیقا برام بیدید وقتی که میاری اینگونه در ملأ عام در مقابل کوچشمان کودکان و نوجوانان اعدام میکنی، یعنی یک حرمت انسانی رو شکستی. دقیقا اینکه بقیه کارها هم رو بختیمون میکنه، یعنی یک حرمت انسانی شکسته شده، یه مرزی شکسته شده و زمینه رو میسازه برای خشونت ها، باعث و بانی خشونت ها، خود اونهاست به خاطر اعدام هایی که انجام میدن، به خاطر اون وحشیگری هایی که در خیابون ها یا در زندان ها علیه جوان ها و مردم وجود دارن و این گونه قیام میکنه به اشکال مختلف، دچار ناراحتی های روحی، فشارهای روحی و این گونه بروز میکنه و بیان میکنه و به این اشکال نمود میکنه تو جامعه. یعنی باعث و بانی، اگر روانشناسی اجتماعی و روانکاوی اجتماعی بشه، مشخص بشه که منشأ و مبنای آن از کجا، از کجاست که امروزه خودشون آمار میدن روزی 3 تا. حالا به هر حال همیشه آمارهای اونا بله همیشه بله نه دقیقاً، و این برخوردها، این درگیریها، اعدامها در ملأ عام تبدیل کرده جامعه رو به یک جامعه غیر امن و غیر قابل زیست. یعنی به واقع میشه، و حتی در یک مورد یک طلبه‌ای که در روز نیمه شعبان به تعداد جوانای اعتراض میکنه که توی ماشین، یه ماشین پراید مزاحم چند دختر بودن، میاد یکی از اونا پایین و با چاقو میزنه به شاهرگ این طلبه، و این جوان 19 ساله است، تو بیمارستان افتاده، البته سرداران و سپاهیان و نمیدونم روزخانها هم میرن به ملاقاتش، ولی هم مادرش اعتراض کرده و گفته که وقتی پایتخت این گونه است، معلوم نیست در شهرهای دورافتاده مردم چه وضعی دارند، و هم اصلا که شکل جامعه رو نشون میده دیگه، بحث عمومی شده، یک بخش بزرگی از جامعه شده وحشی و لجام گسیخته. بسیار عالی، حتما در بحث‌های بعدی به این نکته‌ای که واقعا معضل اجتماعی شده با دلایل و مدارکی که وجود داره بیشتر توضیح خواهیم داد، صحبت خواهیم کرد در این موضوع. دقیقاً، و به ویژه این سریال‌ها و فیلم‌هایی که اینا می‌سازن سراسر کشتن و تیرباران و تیر زدن هاست، اکثرا یا از جنگ میاد یا از جنگ برآمده است یا در جنگ است، و یا اشارات باز به جنگ میکند، و باز هم صحنه های پر از خشونت توأم با اوهام و خرافات و فریب و توهم. یک ملتی رو سر کار گذاشتن
این جنگ رو ادامه داده 8 سال و بعد از 8 سال 1 میلیون کشته و زخمی و به قول خودشون 1000 میلیارد دلار خسارت، یعنی بیش از 3 برابر سونامی ژاپن که حتما خیلی بیش از این هاست. و بعدم برای اینکه مردم بر نگردن بیدار نشن که چه بر سرشون اومده، این داستانها رو سازمانهای اطلاعاتیشون با میلیاردها تومن میسازن و جلو چش مردم تصویر میکنن. این فاجعه ایست. من به نظرم هموطنان اونه که میفهمن واقعا باید اینا رو نگاه نکنن. اینا یک واقعا آموزش غلط و ضد انسانی است. اینا سعی میکنن همه دروغ هاشون رو به نوعی توجیه کنن. ما تو اون دام نیفتیم. حتی از یه طرف هم شانس دارن، این تلویزیون های به سبک لس آنجلسی هم هر 2 دلاری 3 دلار میدن، یکی از اون فیلم های اونا رو میخرن پخش میکنن و در ضمن بدون اینی که پرامی کنن دارن تبلیغ این رژیم رو میکنن، که حتما به اینها بیشتر خواهیم پرداخت. سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردی. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون بهترین ها را آرزو دارم. منم برای شما و شنوندگانتون آرزوی موفقیت و سرفرازی میکنم و همه اونها را به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس صادق نقاشکار درباره اعدام‌های گروهی در زندان‌ها و یا در ملأ عام شهرهای مختلف ایران مثل کردستان، رفسنجان، جیرفت و قوچان، نبود آزادی، فقر اقتصادی، کشتار هموطنان و نابودی محیط زیست و تبدیل به ویرانه کردن ایران نتیجه حاکمیت رژیم ددمنش ولایت فقیه، قرار دادن لبه تیز سرکوب علیه هنرمندان و بازیگران سینما و تئاتر، مرضیه وفامر پگاه آهنگرانی، وضعیت غیر انسانی 32 تن از زنان زندانی سیاسی بند متادون زندان اوین، اسامی این عزیزان، اعتراض ها و خواسته های زندانیان سیاسی گوهردشت کرج نسبت به این محدودیت ها و محرومیت ها، وضعیت جسمی زندانیان سیاسی پیمان عارف و دکتر شکرالله مسیحپور، شرایط حاکم بر زندان گوهردشت کرج، درگیری های خونین زیر نظر مسئولین زندان، اقدام به خودکشی علی اشرف نوروزی که به علت تعلل در زندان و در بهداری جان سپرد، قصد و عمد در بهداری زندانها و در کوتاهی از درمان زندانیان تا منتهی به زجر کش شدن و مرگ گردد، ترویج و اشاعه خشونت در جامعه و گسترش آن با رفتارهای وحشیانه رژیم جمکرانی و به ویژه تأثیر فیلمها و سریال‌های خشونتبار عوام فریبانه توأم با اوهام و خرافات درباره جنگ و باورهای دینی توجه می‌فرمودید. این گفتگوها بر روی یوتیوب، فیسبوک و توییتر هم قابل دسترسی است. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما بدرود می‌گیم و براتون بهترین ها را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.